با سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان به ورزش تماشایی فوتبال. حسینی پشت توپ قرار گرفته، با پای راست بلند به داخل محوطه جریمه، موقعیت برای وحید محمدزاده و وحید با این حرکت خوبش نتونستی توپ رو تبدیل به گل بکنه. حالا کریستیان اوساگونا، درویشی منتظر رسیدن توپ، حالا توپ را ارسال میکنن به تیر دورتر از همه عبور میکنه و از اون سمت. این نکته که یه بازی کمتر داره نسبت به بقیه تیم‌ها در صدر. حالا در این سمت کریستیان اوساگونا، یه ضربه تماشایی، یه مقدار زاویه دارتر میزد شاید کار سخت میشد برای استقلال خوزستان. تور منطقه از زمین، یه ارسال بلند به داخل محوطه، خروج اشتباه مظاهری، نزدیک بود دروازه رو باز بکنه تیم استقلال خوزستان، دروازش باز نشد توی این صحنه که از این زاویه هم میبینید. توپی که راهی کورنر شد، حالا بلند گروسیان توپ رو مشت میکنه، یه ضرب از راه دو و عجب واکنشی، چه واکنش قشنگی. مهران درخشان خیلی قشنگ این توپ رو گرفت، میتونه یکی از بهترین سیف های این فصل باشه حتی این واکنش. فخرالدینی اشتباه میکنه، حالا موقعیت، یک کاتبک، موقعیت برای استقلال خوزستان، هنوز خطر رفع نشده روی دروازه صبحان، و وای که عجب موقعیتی بود و عجب توپی تبدیل به گل نشد. و توپ بعدی و این ضربه که خشتان زد و حالا یه توپ به داخل محوطه جریمه، موقعیت برای زباهن و گل برای زباهن، دروازه باز میشه، گل اول این مسابقه برای زباهن. ارسلان مطهری، حالا کار برای استقلال خوزستان سخت میشه. درخشان مهر هم اونجا بود، ارسلان مطهری با پای راست، این بار دیگه گروسیان نتونست کاری رو انجام بده، این بار هم ناموفق بودن در آفساید گیری مدافعین استقلال خوزستان. و این لحظه‌ای که دروازه باز شد، قطعا اگر از روی شوت‌ها و ضربات از راه دور می‌خواستن دروازه گروسیان رو باز بکنن، زباهنی‌ها کار سختی رو داشتن. خشتان با پای راست به داخل محوطه جریمه، یه ضربه و مدافعین بر میگردونن. فخرالدینی بود که اجازه کار رو نداد، موقعیت خوبی بود برای استقلال خوزستان. خود ارسلان تنهاست، دو بازیکن اونجا به سراغش رفتن، یه پاس عرضی، موقعیت درخشان مه، تو پس باش جدا شو. امروز پیروز بشه در بردها مساوی میشن دو تیم. یه پاس عمقی، موقعیت برای استقلال خوزستان و به شکل خطرناکی تن به کورنر داد این بازیکن. حالا بلند، دخالت درویشی، دوباره آبی پوشان استقلال، یه ارسال تند و تیز به داخل محوطه جریمه، یک ضربه و توپی که از بالای دروازه به بیرون میره. خودش میتونه توپ رو بفرسته، ارسال بلند، گروسیان توپ رو برمیگردونه، حسینی، موقعیت گل دوم، وای نذاشتن توپ گل بشه و از روی خط توپ رو برمیگردونن. هادی محمدی، یه توپ بلند، فرار درخشان مهر، محمد حسینی، توپ میخواد، ارسلان مطهری، ارسال توپ و ضربه سری که در لول یک داور جهانی. حالا در اون سمت موقعیت، ارسلان مطهری، گل دوم، گل دوم برای زباهن و این بازیکن ارسلان مطهری. اگر الان نیم فصل اول بود، او میتونست یک مدعی باشه برای آقای گلی. ارسلان مطهری خیلی خوب حرکت کرد و گل دوم رو هم زد. اشاره کردم به فرزین گروسیان، خیلی نمیشد روی شوت‌ها گل زد، اما روی یه همچین صحنه های دیگه کاری از دست دروازه‌بان خیلی بر نمیاد و میشه بگیم یه شباهت هایی داشت این گل مطهری با گل اول خودش. حالا به تیر نزدیکتر، زاره پاس به بیرون، مدافعین دخالت میکنن، حالا دوباره ارسال، اونجا
ساسان شیرمرده هم تا اونجا جلو رفته. جدایی بازیکنی مثل یونس دلفی روی گلزنی استقلال خوزستان تاثیرگذار بود. ارسال بلند دوباره ارسلانه مطهری، نمیگذارن هتریک بکنه ارسلان مطهری، هم برای خودشون هم برای تیم‌های صدرنشین. پور ابوالقاسم ضربه رو میزنه داخل محوطه جریمه، مدافعین زباهن اجازه نمیدن و ضربه‌ای که به توپ میزنه این بازیکن تازه وارد. یه موقعیت دیگه، آفساید دید، مطهری گل سوم، هتریک نه نمیشه. یه موقعیت عالی رو از دست داد ارسلان مطهری. حالا زد دمله میتونه شکل بگیره، دوباره خود مطهری یه بازیکن روی دستش حرکت میکنه که او حسینی است. حسینی یه پاس، موقعیت، گل سوم، توپ رو میکاره اونجا بازیکن زباهن. از زوایای مختلف با هم میبینیم اون صحنه رو، چه موقعیت خوبی بود که بازم برای زباهن از دست رفت. در میانه میدان خب بازی تموم میشه. من